رویدادهای اخیر خبری در 10 دقیقه. تمسخر جنرال دوستم به گفته های اخیر هواداران حکمتیار. واکنش ها در برابر بدرفتاری گارنیزون کابل در برابر کاروان عزاداران حج رئیسان بالا. و ازدواج یک زن بریتانیایی با یک درخت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به مجموعه رویدادهای اخیر خبری از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تمسخر جنرال دوستم به گفته های اخیر هواداران حکمتیار. جنرال دوستم روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: هواداران گل بدین، نفرهای مسعود خبر باشند که ما هم گل بدین حکمتیار داریم. بخیر زود بمیره، باز روزش برایتان نشان میتیم. غیر راکت دیگه چیز فایر نخواهیم کرد. واکنش ها در برابر بدرفتاری گارنیزون کابل در برابر کاروان عزاداران حج رئیسان بالا. دکتر عبداللطیف پترام روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: برخورد نیروهای امنیتی به گمانم قطعه خاص و گارنیزون در برخورد با این جوان تاجک غیر انسانی و وحشیانه بود. قانون اجازه شکنجه نمی دهد. اگر این جوان متهم یا مظنون بود، باید بر اساس قوانین گرفتار و به مراجع عدلی و قضایی تحویل داده می شد. من برخورد سبعانه، ضد انسانی و وحشیانه نسبت به این جوان را شدیداً محکوم می کنم و غیر قانونی می دانم و عوامل آن را قابل تحویل دادن به مراجع عدلی و قضایی. احمد ولی مسعود: مسئولان حکومتی تلاش دارند روز شهید کمرنگ شود. احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، میگوید که برخی مسئولان حکومتی در تلاش کمرنگ ساختن تجلیل از روز شهید می باشند. با گزارش سپوتنیک، به نقل از رسانه ها، احمد ولی مسعود که روز دوشنبه 18 سنبوله در مراسم تجلیل از سالروز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور صحبت میکرد، گفت که حکومت در برگزاری تجلیل از روز شهادت قهرمان ملی هیچ اقدامی نکرده است. آقای مسعود افزود: این نشان میدهد که حکومت چقدر دوست مجاهدین است، ولی باید بدانند که مجاهدین و مقاومتگران یک دست هستند. با گفته او، برخی مسئولان حکومتی تلاش دارند تا با گذشت هر روز تجلیل از روز شهدا را کمرنگ ساخته و این روز را سبوتاژ کنند. او با این وجود تاکید کرد که هفته شهید در سراسر جهان در واقع به یک فرهنگ تبدیل شده و زنده نگه داشتن اندیشه مقاومتگران به معنای زنده نگه داشتن مبارزه در برابر بی‌عدالتی و دفاع از مردم است و این میراث پر افتخار را کسی نمیتواند کمرنگ و یا از نظرها بیاندازد. رئیس جمهور غنی نیز با ارسال پیام به مناسبت تجلیل از روز شهادت احمد شاه مسعود گفت که احمد شاه مسعود یکی از پیشگامان مبارزه راه آزادی در کشور بود و برای بقای افغانستان جان خود را فدا کرد. در پیام رئیس جمهور آمده است که آقای مسعود در عین حال به صلح و انتخابات به حیث پروسه های ملی تاکید داشت و مسئولیت جمعی همه مردم افغانستان این است تا از ارزش های فکری شهدا پاسداری کنند. آقای غنی در پیام خود افزود که مهمترین هدف شهید احمد شاه مسعود و سایر شهدا حفظ وحدت، دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت قانون در کشور بود. به گفته او، احمد شاه مسعود قربانی حمله تروریستی شد، اما تروریستان هنوز از ملت ما قربانی میگیرند، ولی باید بدانند که با ترور و انتحار نمیتوانند بر اراده مردم فائق آیند و مردم هرگز از این مسیر به عقب نخواهند رفت. لازم به ذکر است که احمد شاه مسعود 18 سال قبل از امروز در حج رئیسان بالا در یک حمله تروریستی توسط دو خبرنگار عرب در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار به شهادت رسید. دولت افغانستان لقب قهرمان ملی را به شهید احمد شاه مسعود اعطا کرد و همساله از 18 سنبول به عنوان روز شهید تجلیل می شود. احمد مسعود، پسر بزرگ و جانشین او،
در توییت چنین واکنش نشان داده است. اگرچه امسال حضور افراد بی‌بندوبار و اوباش در سطح شهر به مراتب کمتر از قبل بود، اما باز هم اده برخلاف فیصله ما دولت و مردم با حضور مسلح در سطح شهر باعث اذیت و آزار مردم عزیزمان گشتند که این بی‌بندوبارها چندین شهروند بیگناه را زخمی و یک نفر دیگر را شهید ساختند. او همچنین در توییت دیگرش نوشته است: ضمن تقدیر از نیروهای امنیتی به خاطر برخورد با این گروهک و حمایت و پشتیبانی از عزاداران واقعی که با حرمت و ادب عزاداری نمودند، با قوت اعلام میکنم که اینها به هیچ عنوان پیرو پدرم نیستند و کسانی که در تلاش برای سیاسی نشان دادن این پدیده زشت و جنایی هستند خود در این جنایت شریکند. اما امرالله صالح این گونه روی صفحه فیسبوکش نوشته است: همان طوری که عمل طالب ضد اسلام و انسان است، عمل اوباش ها نیز خلاف آموزه ها و روایت مسعود شهید است. مردم آزارانی که با وسایل شکنجه در سرک ها و کوچه ها گشت می زنند هیچ رابطه معنوی و سیاسی با مسعود و مکتب او ندارند. منبع و یا منابع تمویلی این حرکت های مضحک باید کشف گردیده و سرکرده نقاب پوشانشان افشا و مجازات گردد. ازدواج یک زن بریتانیایی با یک درخت. کیت کانینگام زن بریتانیایی با یک درخت ازدواج کرده و می خواهد فامیلش را به اسم این درخت تغییر دهد. به گزارش سپوتنیک، به نقل از دیلی میرر، این تازه عروسی که 34 سال سن دارد از جانب دو فرزند و دو پسر خود مورد حمایت قرار گرفته و حتی آنها در مراسم ازدواج وی با درخت شرکت کردند. وی اعلام کرده است که می خواهد اسم فامیلی خود یعنی الدر را به اسم این درخت تغییر دهد. پسر بزرگ کیت از شنیدن این موضوع ناراحت شد، اما با این حال تصمیم گرفت در مراسم عروسی او حاضر شود. این زن با این ازدواج غیر منتظره می خواست تا نظرها را به کمپین مردمی بر ضد راستسازی از میانه یک پارک جلب کند. به گفته وی این امر یک تهدید واقعی برای سلامت مردم است. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شد. رئیس جمهور غنی اجمل آبدی را به عنوان معاون عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرده است. احمد ضیا سراج معاون پیشین عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی به سمت رئیس عمومی این ریاست و اجمل آبدی معاون پیشین پالیسی این ریاست به سمت معاون عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شدند. معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به خاطر کشته شدن 4 عضو یک خانواده در شهر جلال آباد در جریان عملیات نیروهای قطعه 02 امنیت ملی استعفا داد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر بدرود.